تام توگنهات معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا در واکنشی دیگر به تهدیدهای جمهوری دجال اسلامی علیه کارکنان شبکه ایران اینترنشنال خطاب به روزنامه‌نگاران به فارسی در توییتر نوشت به بریتانیا خوش آمدید ما شما را امن نگه خواهیم داشت او با انتشار ویدئوی قسمتی از سخنرانیش در نشست پارلمان این کشور نوشت حکومت ایران میخواهد مردم خودش را ساکت کند موفق نخواهد شد معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا خطاب به روزنامه شجاعی که در بریتانیا کار می کنند گفت این کشور و دولت در مقابل ظلمی که با آن مواجهید در کنار شما ایستاده است توگنهات پیشتر در نشست پارلمان این کشور با محکومیت شدید تهدیدهای حکومت دجال ایران علیه این شبکه اعلام کرد که این کشور به حمایت خود از این شبکه ادامه خواهد داد و امکان فعالیت آن در فضای امن را فراهم می کند. او گفت میدانیم که سرویس های اطلاعاتی ایران با گروه های تبهکار سازمان یافته کار می کنند و می توانم به مجلس و عموم مردم ایران اطمینان دهم که هر کسی که با آنها کار کند را تحت تعقیب قرار خواهیم داد و افزود شرکای ما در اروپا و ایالات متحده با تهدیدات مشابهی روبرو هستند ما با آنها همکاری می کنیم تا مردم خود را ایمن نگه داریم او همچنین گفت حکومت در ایران نباید هیچ شک و توهمی درباره اتحاد بین بریتانیا و شرکایش برای پیگیری مسائل امنیتی داشته باشد معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا ضمن تاکید مجدد بر حمایت دولت این کشور از این شبکه گفت بریتانیا متحد به دفاع از آزادی است او افزود ظلم و خشونت رژیم ایران به شهروندان و نقض مکرر حقوق بشر به ما نشان داده که رهبر جمهوری دجال اسلامی و عوامل او واقعا چه کسانی هستند تو گنهات با اشاره به اقدامهای کشورش برای حفاظت از فعالیت امن شبکه ایران اینترنشنال گفت ما مجموعه بسیار قوی از اقدامات امنیتی از جمله حضور پلیس مسلح را به اجرا گذاشته ایم با این حال به دلیل شدت تهدید و ویژگی های محل فعلی ساختمان این شبکه پلیس مبارزه با اقدامات ضد بشری به این شبکه توصیه کرده که به مکان امنتری در بریتانیا نقل مکان کنند او با ابراز اطمینان نسبت به اینکه توقف فعالیت این شبکه در لندن موقتی خواهد بود افزود من از مقام ها درخواست کردم که به یافتن یک مکان موقت برای فعالیت های آن کمک کنند و ما مطمئن خواهیم شد که استودیوی دائمی جدید این شبکه در بریتانیا امن است معاون وزیر کشور بریتانیا با تاکید بر اینکه رسانه ها باید آزاد باشند و بدون ترس کار کنند افزود تلاش های تهران برای ساکت کردن این شبکه حمله مستقیم به آزادی های ما و تلاشی برای تضعیف حاکمیت ماست بگذارید سریح بگویم این یک تهدید دائمی است که از سوی عناصر سرکش نیست بلکه استراتژی آگاهانی رژیم ایران است و دولت ما پاسخ خواهد داد توگنها تاکید کرد دولت بریتانیا طیف کاملی از تهدیدات از سوی تهران را هدف قرار خواهد داد و گفت از آجانس های امنیتی خواهیم خواست تا بررسی کنند چه کارهای بیشتری می توانیم با همکاری متحدان خود برای مقابله با تهدیدات خشونت آمیز انجام دهیم اما همچنین به تهدید گستردهتر آنان نیز خواهیم پرداخت از امنیت اقتصادی و تأمین مالی غیرقانونی گرفته تا مداخله بدخواهانه در جامعه دموکراتیک ما او با اشاره به اشعار فردوسی و سعدی بر نقش اخلاق و قانون مداری در جامعه ایرانی تاکید کرد و گفت اما امروز ظالمان در تهران به آن ارکان بزرگ تمدن پارسی خیانت کردند و سعی دارند آن سخنان و مردم خود را خاموش کنند معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا گفت دولت این کشور افرادی را که مسبب خشونت علیه روزنامه‌نگاران هستند پاسخگو خواهد کرد و خطاب به آنان هشدار داد جنایات شما علیه مردم بریتانیا و مردم ایران را افشا خواهیم کرد ما اقدامات شما را در سراسر جهان افشا خواهیم کرد حمایت قاطع دولت بریتانیا از فعالیت این شبکه و محکومیت تهدیدهای جمهوری دجال اسلامی در حالی ابراز شد که این کشور دیپلمات ارشد حکومت ایران را برای اعتراض به این تهدیدها به وزارت خارجهش فراخواند وزیر خارجه بریتانیا در توییتی نوشت بلند پای ترین دیپلمات ایران را احضار کردم تا روشن کنم تهدید خبرنگاران را تحمل نخواهیم کرد در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز در واکنش به تهدیدها علیه شبکه ایران اینترنشنال ادامه تهدیدها علیه روزنامهنگاران ایرانی مقیم در خارج از کشور را محکوم کرد و از جمهوری دجال اسلامی خواست فوراً تلاش خود برای ساکت کردن رسانه های مستقل را متوقف کنند فرار دو قاضی معروف در پی عملیات انتقامی معترزین قاضی های کننده ی حکم معترزان از ترس انتقام در, به در شدند. امروز و پس از اعتراض سراسری بازار تهران و اعتصابات پس از آن بازاریان شجاع تهران همگی در میدان انقلاب تجمع کردند. برخی از معترزین به درب خانه یکی از قاضی های قصاص روانه شدند، و این حرامزاده ملعون را دستگیر کردند عملیات مجازات میدانی بر روی این حرامزاده که احکام قصاص بسیاری از معترضین را صادر کرده بود موجب ترس و وحشت سایر قاضیهای نظام شده و طبق اخبار واصله همگی آنها پا به فرار گذاشتند